خب با سلام به شما بینندگان برنامه بالاویزیون، از اونجا که ایام تعطیلات و همونجا که خب میدونید خیلی از بینندگان برنامه بالاویزیون در اروپا و شمال آمریکا زندگی میکنن و در این ایام ممکنه به ایران بخوان سفر بکنن و از اونجا که خب خیلی ها در فعالیت اجتماعی و سیاسی شرکت میکنن ممکنه نگران باشن که در فرودگاه مهرآباد یا فرودگاه امام خمینی کسی جلوشون رو بگیره و بخواد کامپیوترشون رو نگاه بکنه، لپتاپشون رو نگاه بکنه و خدای نکرده یه چیز پیدا بکنه که براشون دردسر درست بکنه. برای همین ممکن خیلی هاشون قبل از سفر کامپیوترشون رو تمیز بکنن، خیلی چیزایی که نمیخوان، خیلی فایلایی که نمیخوان رو کاملا پاک بکنن و خیالشون راحت باشه که دیگه حالا این فایلا پاک شدن و دیگه براشون اتفاقی نخواهد افتاد. ولی متاسفانه پاک کردن عادی لزوما فایلا رو پاک نمیکنه و متخصصان کامپیوتر یا حتی برنامه‌ای هست که شما خودتون میتونید پیدا بکنید، میتونن این فایل ها رو بازیابی بکنن و براتون ممکنه موجب دردسر بشه. برای اینکه مطمئن باشیم که این فایل ها کاملا پاک شده یا دیلیت شده، یه سری نرم افزار یا برنامه‌ای هست که میتونیم دانلود کنیم و از اون استفاده کنیم که اینا رو پاک کنن. اصلی که در واقع اینا بر اون اساس دارن کار میکنن اینه که چندین بار میان رو جاهایی که شما یه برنامه‌ای رو پاک کردین، چندین بار چیزای دیگه مینویسن، بعد دوباره پاک میکنه. انگار مثلا شما با مداد یه چیز نوشته باشید و پاک کنید ولی اثرش مونده و بیایم چند بار با مداد یا خودکار به یه چیزی بنویسید بعد دوباره پاکش کنید و بعضی که این کارو کردید دیگه کاملا دیگه اصلا غیر خونده میشه. اینم همون اصلیه که واقعا این برنامه دارن استفاده میکنن، میان چندین بار با صفر و یک و هزار و ده هزار و اینا مینویسن اونجا تا دیگه اصلا قابل خوندن نباشه و کسی که میخواد اینا رو بازیابی کنه نتونه اینا رو بازیابی بکنه. یکی از برنامه‌هایی که امروز معرفی می‌کنیم سی کلینره. برنامه‌های دیگه‌ای هست، نمی‌دونم برنامه ایریزر هست، برنامه دیگه است. ما حالا فقط روی برنامه می‌خوایم تمرکز کنیم چون وقتمون کمه. برنامه‌ای که بهتون معرفی می‌کنیم سی کلینره، این رو اگه توی گوگل جستجو بکنید خیلی راحت پیدا می‌کنید. ما از این رو میایم از وبسایت سینت دانلود می‌کنیم که خیلی برنامه‌های جالب دیگه‌ای هم داره و تو برنامه‌های قبلیمون هم اون رو معرفیش کردیم. و بعد از اینکه به این وبسایت رفتیم روی این قسمت دانلود کلیک کردیم و بعد دانلود و نصب این برنامه رو اجرا میکنید رو ویندوز و گزینه های مختلفی میبینید. یکی از کارهایی که این سی کلینر میتونه بکنه براتون اینه که هر از گاهی شما میتونید این رو اجرا بکنید و خیلی از چیزایی که روی کامپیوترتون دانلود شده رو میتونه براتون پاک بکنه. خیلی از این وبسایت هایی که میرید ممکنه چیزایی دانلود کرده باشن که شما خودتون خبر نداشته باشین یا کوکی هایی به قول اینها گذاشته باشن روی خود مرورگر یا براوزرتون خبر نداشته باشین. اینها رو میتونه این سی کلینر پاک بکنه و حتی جای یه مقدار شاید ظرفیت هارد درایوتون رو هم بتونه بیشتر بکنه با پاک کردن چیزایی که شما دیگه لازم ندارید. ولی چیزی که ما امروز بیشتر بهش توجه داریم همون پاک کردن فایل هایی که قبلا شما پاک کردید مطابق به نحوه بهتر که دیگه بازیابی نشن. برای اینکه این رو بتونید این کار رو بکنید به قسمتی از سی کلینر میگیم که قسمت تولز از منیو سمت چپ میتونید این رو بهش دسترسی پیدا بکنید. بعد از اینکه اونجا رفتین ما کاری که میخوایم بکنیم اینه که انتخاب درایو وایپر رو استفاده بکنیم و با این کار بتونیم اون فایل ها رو کاملا پاک بکنیم. بعضی که اینو انتخاب کردن چند تا گزینه داره. یه گزینه اینه که free spaces only که این میخواد جای خالی رو براتون باز بکنه و در واقع این کار انتخابی که ما امروز معرفی میکنیم. در زیر اون چند تا انتخاب دیگه هست. باز یه انتخاب اینه که فقط یه بار اینا رو یه چیزی روش بنویسه و پاک کنه یا سه بار بنویسه یا هفت بار بنویسه. ما حالا توصیه‌ای که می‌کنیم اینه که هفت بار شما گزینه هفت بار انتخاب کنید که در واقع رو جای خالی هفت بار بنویسه بعد پاک کنه تا دیگه چیزی دیگه قابل بازیابی نباشه از اون فضا. بعد از که اینو انتخاب کردیم اجرا رو می‌زنیم و صبر می‌کنیم. صبر کنید و سعی نکنید که کار دیگه بکنید که کامپیوترتون ببندید یا بخواید خاموش بکنید. بذارید کارش تموم بشه که اتفاق عجیب غریبی نیفته چون داره خیلی چیزا نوشته و پاک میشه در این مدت. برای همین ما صبر میکنیم تا این کار تموم بشه و بعد با توجه به سایز ظرفیت هارد درایو تو ممکنه این کار کوتاه و کم طول بکشه، ممکنه خیلی بیشتر طول بکشه. صبر داشته باشیم. بعد اینکه تموم شد حالا میتونید با خیال نسبتا راحت تری سفرتون رو بکنید و کمتر نگران این باشین که یکی بتونه این فایل های شما رو بازیافت بکنه. این توصیف برای کسانی نیست که سفر میکنن، یعنی حتی برای کسانی که فرض اگر خدا نکرده یکی
فعال سیاسی و دستگیر میشه در ایران و شما لپتاپش رو به فرض در خونه مونده و شما لپتاپش رو دارید، شاید یه کاری که بتونید براش بکنید همین سیکلینر رو اجرا بکنید رو لپتاپش که چیزایی که حداقل پاک کرده و نمیخواسته رو لپتاپش بمونه دیگه کاملا پاک شده باشه، چون یکی از ریسکایی که هست ممکنه خودش بدونه که خطر در مرز خطر خیلی پاک کرده باشه ولی خودش ندونه که این چیزا ممکنه بازیافت بشن. برای همین یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید که با سیکلینر چیزایی که پاک شدن ولی خوب پاک نشدن رو پاک بکنید تا دوباره بازیافت نشه. این البته هر چیزی بالاخره تا یه حدی کمک میکنه، اگه بخواید خیلی دیگه مطمئن باشین که هیچ چیزی دیگه بازیافت نمیشه باید هارد درایوتون رو چند بار فرمت بکنید و اون واقعا تنها راهیه که شاید بتونه کمک بکنه که هیچی دیگه اصلا احتمالش به صفر برسه. و منتها خب ما فکر میکنیم این راهی که امروز پیشنهاد کردیم در 99% موارد راه حل خوبیه و برای شما سفر امن و با امنیتی رو میتونه تضمین بکنه. من بازم از شما تشکر میکنم که برنامه به برنامه امروز توجه داشتین و براتون سفر خوبی آرزو میکنم.